میانگین درآمد روزانه یه تریدر یا معامله‌گر چقدره؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و توی این ویدیو میخوام راجع به یه سوال شاید عجیب ولی متداول صحبت بکنم و اون اینه که میانگین درآمد تریدرها چقدره؟ اونایی که هی نشستن هی نمودار رو نگاه میکنن، اینا چقدر درآمد دارن؟ درآمد روزانه یا درآمد ماهانشون چقدر میتونه باشه؟ خب کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، تقریبا همه کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، من مطمئنم که میدونن که سرمایه گذاری توی بازارهای مالی اینجوریه که هر چقدر شما در واقع سرمایه بذارید به همون نسبت میتونید برداشت بکنید. پس اولین قیدی رو که باهاش مواجه میشیم در مورد تریدرها اینه که چقدر سرمایه گذاری میکنن. میانگین سرمایه گذاری تریدرهای تقریبا حرفه‌ای ایرانی، اونایی که خیلی حرفه‌ایان که سرمایه‌گذاری‌های سنگین می‌کنن، ولی اونایی که از حالت مبتدی خارج میشن، میانگینش حدود 10000 دلاره. 10000 دلار سرمایه‌گذاری می‌کنن توی کل بازار مالی. این میانگینه که خدمتتون عرض می‌کنم و با این میانگین حداقل انتظاری که یک تریدر میان رده از بازار داره اینه که بتونه در هر ماه حداقل 40% کف کف سود بگیره از بازار. یعنی یه چیزی الان به ریال الان اگر بخوایم بگیم 250 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنه و حداقل 40% اونو بگیره، یعنی یه چیزی نزدیک 100 میلیون تومان رو بتونه دریافت کنه. آره، حدود 100 میلیون تومان رو بتونه در واقع برداشت بکنه به صورت ماهانه. این برای تریدرهای میان رده است. تریدرهای حرفه‌ای که اصلا من واردش نمیشم، چون تریدر حرفه‌ای انقدر سرمایه درست کرده که الان حتی میتونه بازارساز بشه، و یا اینکه اگر بازارساز هم نشده باشه، معمولا خیلی از تریدرهای حرفه‌ای انقدر پول از بازار کسب کردن که دیگه تفریحی معامله میکنن، واقعا به قصد سود معامله نمیکنن. مگر اینکه چرا، بعضی وقتا هم لازم باشه، حالا مثلا بخوان سطح زندگیشون رو تغییر بدن، یه سفری بخوان برن، بخوان توی چند تا معامله هزینه‌شو در بیارن که فکرشون آزاد باشه. پس تریدرهای میان رده یه درآمد معادل حدود 100 میلیون تومان رو دارن با اون میانگینی که بهتون گفتم. حالا هر چقدر این عدد سرمایه‌گذاری تغییر بکنه، اون سوده هم تغییر میکنه. و اینم حواستون باشه، اون سوده توی یه معامله، دو معامله و اینها نیست. این سوده معمولا از تعداد زیادی معامله تشکیل میشه. حداقل معاملاتی که تریدرهای تمام وقت انجام میدن 3 معامله در هفته است، به صورت میانگین 3 معامله در هفته. خیلی وقتا میشه که خیلی از تریدرها توی یه روز 5-6 تا معامله باز میکنن، ولی دیگه حداقلی که اونایی که تمام وقت پای نمودارن معامله میکنن 3 معامله در هفته است و اینقدر هم انتظار سود دارن. حالا تریدرهای مبتدی، معامله گرای مبتدی چقدر میتونن انتظار سود داشته باشن؟ و اینکه تریدرهای میان رده و حرفه‌ای روش کارشون چیه؟ تریدرهای مبتدی توی بازار ایران عدد سرمایه‌گذاری متفاوتی دارن. من دیدم که بین 100 دلار تا 1000 دلار رو سرمایه‌گذاری می‌کنن. اینم بهتون بگم، اگه الان مثلا 500 دلار 1000 دلار دارید ثبت در سرمایه‌گذاری می‌کنید، اینجوری بهش فکر نکنید که خب من آدم مبتدی ام و ای کاش که منم سرمایه بیشتری داشتم، یا مثلا یه خونه دارم برم بفروشم بذارمش که من بیام توی رده تریدرهای بالاتر. نه، اصلا این کارو نکنید. تریدر میان رده یا تریدر حرفه‌ای کسی بوده که از تو دل همین بازار پولو کشیده بیرون، و شما هم اگر میخواید به اون سطح برسید، لازم نیست برید خونه بفروشید، ماشین بفروشید، بیاید بذارید تو بازار مالی. باید از تو دل همین بازار پولو بکشید بیرون و دوباره سرمایه گذاری بکنید، و این پولا و سودهایی که در میارید سربازان شما میشن تا بتونید یه لشکر قوی و نیرومند رو داشته باشید و بتونید زندگی راحت و بی دردسری رو پیش ببرید. خب با این 100 دلار تا 1000 دلار ما چقدر انتظار سود ماهانه میتونیم داشته باشیم؟ یه تریدر مبتدی که بازارهای مالی رو خوب بشناسه و دوره‌های کافی رو دیده باشه، دوره‌ها رو هم بگیم، دوره‌های تحلیل تکنیکال رو بلد باشه، یه مقداری نرخ کنش یا رفتار قیمت یا پرایس اکشن بلد باشه، روانشناسی معاملات یه مقداری بلد باشه، اگر اینها رو بلد باشه، پایه اون بازاری هم که میخواد داخلش کار بکنه، مثلا اگه فارکس فارکس بلد باشه، بورس بورس بلد باشه، ارز دیجیتال ارز دیجیتال بلد باشه، اگر پایه اینها رو بلد باشه،
یه تریدر مبتدی رو ما انتظار داریم ماهانه 20% از این بازار سود بگیره. یعنی اگر میانگین سرمایه این افراد رو ما 10 میلیون تومان در نظر بگیریم، انتظار داریم که ماهی 2 میلیون تومان بتونن از بازار برداشت بکنن، مشروط بر این که تمام وقت، یعنی حداقل 6 ساعت در روز رو حواسشون به نمودار باشه. تمام وقت هم تعریفش باز اینجا یه مقدار فرق میکنه، 8 ساعت و 10 ساعت و اینا نیست، بعضی روزا ممکنه 18 ساعت باشه، بعضی روزا ممکنه در حد 3 دقیقه مثلا یه نیم نگاهی بندازید، تحلیل رو به روز کنید برید. اینم باید حواسمون بهش باشه. حالا به عنوان کلام پایانی، تریدرهای مبتدی و تریدرهای میان رده و تریدرهای حرفه‌ای چی کار میکنن که اینقدر سود کسب میکنن؟ تریدرهای مبتدی معمولا از یه سری ابزارهای ساده استفاده میکنن و تحلیلهای کسایی که توی بازار کهنه کارن و بررسی میکنن و تحلیلای اونا رو چاشنی تحلیلای خودشون میکنن و باهاش معامله میکنن. دقت بکنید، من کلماتی که به کار میبرم روش خیلی دقت بکنید. تحلیلهای کهنه کارهای بازار رو چاشنی تحلیل خودشون میکنن، یعنی خودشون تحلیل بلدن، اون فقط برای اینه که یه ذره شیرین ترش بکنه، یکم دید بهتری بهشون بده. و معمولا از ابزارهای ساده و کارا استفاده میکنن که هم ضریب خطایی کمی داره، ولی از اون طرف ضریب اطمینان خیلی بالایی هم نداره. تریدرهای میان رده قضیهشون یه مقدار فرق میکنه. همه یا یک روش معاملاتی خیلی خوب رو برای خودشون میسازن یا پیدا میکنن یا از کسی اقتباس میکنن و با تمام وجود یادش میگیرن و چم و خمش رو متوجه میشن، یا اینکه شروع میکنن روی یک سری از بخش‌های بازار خیلی حرفه‌ای میشن. مثلا من بعضیا رو دیدم، از حتی بعضی از شاگردای خود من، بعضی از همین کسایی که توی یوتیوب میان ویدیو رو نگاه میکنن به من میگن، یعنی آقا من تخصصی دارم طلا کار میکنم، یا من تخصصی دارم فلان ارز دیجیتال کار میکنم، یا حتی مواردی بوده که میگه آقا من تخصصی دارم سهمای فولادی رو کار میکنم و حواسم به بقیه بازارم هست، ولی تخصصی اینا نشستم تمام اسناد و مدارک و دفترها ایناشون و اعلامیهاش و اطلاعیهاشون رو بررسی میکنم، تحلیل تکنیکالم میذارم و معامله میکنم. میشینن حرفه‌ای میشن توی یه بخش از بازار و ازش سود میگیرن. پس الان ما دیگه میدونیم مسیر چیه. مسیر اینه که ما ابزارها رو بشناسیم، حداقلها رو بدونیم، یه روش معاملاتی خوب از کسی اقتباس بکنیم و بعد یا اونو از آن خودمون بکنیم با تمام وجود بشناسیمش، یا اینکه یه روش بهتر از خودمون ارائه بدیم، و یا اینکه تخصصی پیدا بکنیم توی یکی از بخش‌های بازار. تریدرایی که خیلی دیگه حرفه‌ای باشن معمولا یا بازار سازی میکنن یا صرفاً بر اساس روانشناسی معاملات وارد معاملات میان مدتی میشن. معاملات نوسانگیری که یه مقدار تکلیفش مشخص تره، با داده ها و اطلاعات علمی و با تحلیل های کامپیوتری میشه اونها رو تحلیل کرد و سیگنال گرفت. پیشتر یه اشاراتی بهش کردم، ولی انشالله تا زمانی که شما خوب حرفه‌ای بشید و درخواست ها برای ترید حرفه‌ای بالا بره، اجازه بدید که بیش از این در موردش توضیح ندم. ممنونم که منو تماشا کردید، ممنونم که این کانال رو دنبال میکنید و مطالب ما رو دنبال میکنید. حتما به دوستاتون خبر بدید و حتما کانال ها و شبکه اجتماعی ما رو دنبال بکنید. دوستتون دارم، پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.